ما در یه زمان مثلا این برای خرید آخر ماه هاست، هر ماهیه، چون اونایی هم که با کردیت میخرن بیت و اینا رو احتیاجه که تسویه بکنن. اما ساعتی که برای این متصور هستیم باید یک به قول معروف هم با تایم خودمون هماهنگ کنیم، هم حواسمون باشه به بازار نیویورک، که تو بازار نیویورک نباشه، چون یه سری بازاره مثل سی ام ای شیکاگو هم که فیوچر میزنه، بازار آتی داره خرید فروش میکنه، تو همون تایم معاملاتیشه، اینا از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر هستن، لذا اگه تو اون تایم نرم یه افت اینجوری داره. تایم رو نگاه کنم با کشورهای پرجمعیتی مثل چین و هند، اصلا به شوخی میگن که تو اون تایم اینا خواب بیدار میشن، شروع میکنن خرید کردن. درسته قسمتی از معاملات بر پایه ربات های معامله گر انجام میشه، اما نیاز هستش که حواسم به این فاکتورها هم باشه. اخبار بیت کوین رو کامل دنبال کنم از طریق وبسایت های معتبر، از طریق توییت. این برادر ایلان ماسک همه صبح تا شب دارن صفحهش نگاه میکنن، این آقا هشتگ چیز زده، دیدم بچه های بورسی شوخی نوشته بودن که همون سفر گذاشته زدن پالایش کم، و خب بدونید اینها آدم های تاثیرگذاری هستن، هر چند که داره میره جلوتر تاثیر اینفلوئنسرها به حداقل میرسه. امروز هم یه خبر خوندم، استیون سیگال اگر اشتباه تلفظ نکنم اسمش، هنرپیشه سینمای امریکا هست، به خاطر حمایت از یه چند تا از این آی سی آر به عنوان اینفلوئنسر استفاده کرده، مثل آی سی آر تش به اتفاقات بدی خط شده، سکیوریتی اکسچنج کمیتی، سازمان بورس اوراق بهادار امریکا نسبت به بررسی عمل کرده ایشون یه پرونده تشکیل داده. خب بحث استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال هست، دوباره تاکید کنم ابزار تحلیل تکنیکال شرط لازم هست اما کافی نیست، و اگر معامله‌گری بدون استاپلاس داره تو بازار بزرگترین اشتباه رو کرده. اتفاقا دیشب یه دوستی از امارات تماس کرد، یعنی پیام گذاشته بود توی صفحه توی اینستاگرام که من عدد قابل توجهی چند سال پیش خرید روی یکی از ارزها، ارز ترون انجام داده بود و نظر منو میخواست برای آینده این ارز، حالا من یه سلوشن خروج از ضرر بهشون پیشنهاد کردم، البته با ریسک خودشون، و ازش سوال کردم چرا استاپ لاس نذاشتی؟ گفت من دیگه موندم توش دیگه، هی اینا گفت مثلا خبرهای مختلف میخوندم که این بر میگرده خوب میشه عالی میشه و تا الان این اتفاق نیفتاده، در صورتی که میبینید ریپل دوستانی که گرما گرم بازار هستن میبینن تو یکی دو روز 100% بازدهی داد دیگه. بعد نیست یواش یواش بهش یه خورده جدیتر نگاه کنیم. این XRP، ریپل اسم بلاکچینشه، XRP اسم توکنشه، حالا دیگه اینقدر ریپل گفتیم و اینه ارز دیجیتال و رمز ارزه دیگه، منم میگم آقا ریپل دیگه ولش کن، مهمه تو سبدمون داشته باشیم. اگر استاپ لاس نداریم یا برای این فکری نکردیم تا الان، همین الان بعد بهش بپردازیم و بگیم که اگر یک ارزی رو خریدم اینقدر رفت تو زیان، من فروشندم، دستم میره رو ماشه، رو دکمه فروش، رو ماشه فروش، و از اون ارز میام بیرون و میرم بس ارز دیگه ای سعی میکنم جبران کنم، به این زمان که تو این فاصله باید نقاط ضعف هم را در بیارم. بهترین زمان برای خریدم همونطوری که اشاره شد، حالا سه تا تئوری براش متصور هستن. یکی این که آخر هفته ها قیمت میاد پایین و این فرصت خوبیه برای خرید، و اگر بخوایم بفروشیم قاعدتا آخر هفته نفروشیم، اول هفته بفروشیم، که این مهمه. دوباره عرض کنم این در قالب بیهیویر فایننس هم می گنجد، این مالی رفتاری هست. حتی تو بازار تهران یه موقعهایی چهارشنبه بدون سهم می گفتن و شنبه سهمی، بعضی موقع ها عوض می شد این پترن ها، خب ترجیح می دادن آخر هفته نقد برن خونه شون، ببینن پنجشنبه جمعه چه اتفاقی می افته، کی چی میگه، چی کار میخواد بکنه، و شنبه اول صبح شما دقیقاً می دیدی دیگه بازار خودش، یعنی قبل از اینکه بازار شروع شه اخبار حالت عادی رو خودش رو پیدا میکرد. پس این پترن ها رو باید ببینیم، اینا فقط با خواندن مطالعه کردن به وجود میاد، که حالا یه نمونهش من دارم خدمت میگم. آخر هفته ها عملا، چون آخر هفته منظورم آخر هفته اروپاییه، به خاطر اینکه حجم آدم، تعداد آدم هایی که
با پنج شنبه جمعه کار میکنن نسبت به آدم هایی که به شنبه جمعه تعطیل هستن، شنبه و یک شنبه تعطیل هستن، خیلی کمتره. لذا اونا غالبا پترن اونا حاکمه. من یه پایان نامه کار کردم تو مقطع کارشناسی ارشدم در حوزه بررسی میزان ریسک پذیری مدیران صندوق های سرمایه گذاری بازار بورس تهران و تاثیرش بر عملکرد اونها، و دقیقا به همین موارد پرداخته شده و برام خیلی جالب بود و آورده زیاد و قشنگی داشت که اینها چه تأثیراتی بر تشکیل پورتفوی خرید و فروش، زمانهای خرید و زمانهای فروش میذاره. پس آخر هفته ها حواسم باشه اوف میکنه بازار. بحث بعدیمون مربوط به این هستش که خدمتون عرض شود که حالا زمانی که قیمت و شرایط مناسبه برای خرید، از دوشنبه صبح و یک شنبه آخر شب ماه شروع میشه که شرایط خوبتون تایم بازار تازه داره خودش رو پیدا میکنه، یه سری آدم شروع میکنن کار کردن. ببین اینا ربطش به رفتار انسان ها هم داره دیگه، پس اینو در نظر داشته باشید. آخر هفته میاد پایین، از اون ور که داره هفته شروع میشه، فرصت خوبیه برای خرید که یه گینی بگیرم تا قبل از آخر هفته، اونهایی که دیلی تریدر هستن. بحث بعدی این که حالا مثلا اون چیز هست، ساعت معاملاتی خارجی اون چند روز کاری که آخر ماه میشه و اکثرا به خاطر پایان ماه دارن تسویه انجام میدن، و اینها برای ما مهم هستش که این الگوها رو گوشه ذهنمون داشته باشیم، اینها رو در نظر داشته باشیم که داینامیک هیچ وقت شما نمیتونید بگی همین است و بلاغه. وقتی که پترن، یه اصطلاحی هست میگن وقتی پترنی دیتکت میشه همون موقع کیل میشه، چون خیلی ها متوجه اون رفتار میشن. همون چهارشنبه و شنبه که گفتم بعدا عوض شد. حتی یه پایان نامه یادم اون موقع کار شده بود توی دانشگاه اصفهان در حوزه در خصوص این که میزان بازدهی سهم ها بعد از تعطیلات همراه با شادی به مراتب بیشتر از بعد از تعطیلات همراه با غم. مثلا یه دوشنبه چهارشنبه یه اتفاق، مثلا یه تعطیلی شهادتی داریم، یه تعطیلی این تیپی داریم، فردا روز معاملش که اگر فرض کنیم مثلا سه شنبه باشه یا پنج شنبه باشه یا مثلا یک شنبه باشه، بازدهیش از زمانی که مثلا این دو روزی که خدمتون مثال زدم با همراه با شادی باشه، این تعطیلی بازدهیش کمتره. پس اینا ببین چقدر تاثیر رو آدم ها میذاره و تغییر هم داریم. از این بحث نمیگذاریم چون خیلی محتوا داره و آن به هر حال بعد در موردش خون. پیشنهاد من هستش که هر چیزی که بعدا اضافه میشه به این کلاس ها، مطلب جدیدی هست که به قول مطلب عین نون بربری میمونه، اگر همین الان نگی و استفاده نکنی بیات میشه، اینا رو تو صفحه اینستاگرام هم سعی میکنم لایو بذارم و از اون استفاده ببرم. یکی از ابزارهای بسیار باحال و خوب که توی حوزه کریپتوکارنسی جواب میده ابزار مکدی، همونطور که میبینید پایین صفحه بعدی نوشته شده، و این مکدی یه دونه چیزی داره، یه قاعده داره به نام Golden and Death Cross، تقاطع طلایی و مرگ. وقتی تایم فریم کوتاه مدت تایم فریم بلند مدت رو از پایین به بالا میشکنه و حرکت میکنه، باعث رشد میشه، و برعکس اون وقتی که تایم فریم کوتاه مدت از بالا تایم فریم بلند مدت رو میشکنه و میاد پایین، باعث ریزش سهم میشه یا هر کامودیتی که داریم بررسی میکنیم. توی این شکل ما البته روی تریدینگ ویو سراغ این خواهیم رفت. روی این شکل همونطور که میبینید خط زرد رنگ مووینگ اوریج 50 روزه است، خط قرمز رنگ مووینگ اوریج 200 روزه است. در نظر داشته باشین که برای اینکه من پیشنهادم به شما اینه، برای اینکه یه اگر میخواین از این ابزار استفاده بکنید که بحث تحلیل تکنیکال هست، بهترین راهش اینه که این تایم فریماتون رو بلند مدت تر بگیریم، 50 و 200 بگیریم و حتی عددهای بزرگتر بر اساس قاعده، حالا بهتون میگم تو تایم فریم چجوری است، که شما بگیم من تو تایم فریم بلند مدت تر به این رسیدم که مثلا این ارز دیجیتال روی مسیر صعودیه، میام رو تایم فریم های کوچیک‌تر و
حتی میتونم برسم به تایم فریم های روزانه و ساعتی و 4 ساعته و بیام برای خودم خرید و فروش انجام بدم. میدونم که الان مطابق این سیگنال خیلی سیگنال، این خیلی ابزار خیلی خیلی قوی هم هست. همینجوری شما مثلا بزنید استراتژی های مربوط به بی تی سی انگلیسی گوگلش کنید، میبینید کلی وبسایت میاره که داره بهتون همینها رو یاد میده. حالا یه سری هستن روش اومدن از هوش مصنوعی هم برای تنظیم یه سری فاکتورهای دیگه توی تحلیل تکنیکال استفاده کردن، اما در نظر داشته باشین یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیل در حوزه تحلیل تکنیکال تو حوزه کریپتوکارنسی و استاک مارکت همین مکدی هستش که ازش میتونید استفاده کنید. من این مورد رو استثناءن تو همین دوره آموزش خواهم داد، اما هدفمون این نبود که بحث تحلیل تکنیکال اینجا داشته باشیم به خاطر نوع کاربردش. در نظرم داشته باشین یه ویدیو کامل در خصوص این در صفحه یوتیوب من قرار داره. همونطور که گفتم تایم فریم 50 تا 200 بگیرید، پارامترهایی که در داخل این هست رو باید بر اساس بک تست استراتژی آپدیت بکنید و بتونید بهترین مدل رو پیدا کنید. همونطور که تاکید کردم شما فقط با تنظیم 4 تا عدد نمیتونید به موفقیت تضمین شده برسید. البته هیچ تضمینی نیست، من منظورم با احتمال بیشتره، بلکه نیاز هستش که شما این فاکتورها رو، این شاخصها رو همیشه بررسی بکنید تا خودتون رو به روز نگه دارید، پترنتون رو آپدیت بکنید. موتورها و ربات‌های معامله‌گر که در این حوزه کار میکنن از همین ابزارها برای آپدیت کردن خودشون استفاده میکنن. در خصوص بک تست استراتژی خاطرتون هستش که در مورد بک تست استراتژی رفتیم سراغ چه سایتی؟ صدام ضعیفه؟ بله، وبسایت تریدینگ ویو کاملا درسته. ببینید سایت تریدینگ ویو یه سایت خیلی خوبه، قابلیت های خیلی باحالی هم توش داره. یه حالت جنرالشو من در مورد تریدینگ ویو بازم یه ویدیو ساختم توی یوتیوب به رایگان اشتراک گذاشتم، اما برنامه دارم که یه سری کاربری های حرفه ای ریزکاری های باحال توش هست که ارزش داره. فکر میکنم داشتم امروز اینو فقط برای خودم یه با مداد هم می‌نوشتم که یعنی هنوز تو برنامه نزدیکم هم نیست، نگاه میکردم فکر میکنم مثلا تو یه دوره 2 تا 4 ساعته یه 2 جلسه‌ای یا مثلا یه مثلا 3 جلسه نهایتا تو تایم کوتاه‌تر بشه برگزارش کرد. اون ابزار خیلی باحالی در اختیار ما قرار میده و ازش میتونیم به نحو احسن استفاده کنیم. صدای من خوبه؟ الان من دیگه حساس شدم. خب بسیار هم عالی، بسیار هم عالی. ببینید یه چیز خیلی مهم تو تریدینگ ویو هست. شما میدونید که اکثر اولا که رو بلاکچین به خاطر ترانسپرنت بودن تمامی اطلاعات از جمله تراکنش ها، حجم تراکنش ها، زمانش